سلام سلام، من زئوس هستم. آره، خدای خدایان، امروز بنا ندارم که قصه عشق یوسف و زلیخا تعریف کنم. او همه با این قصه آشنا هستید، سریال یوسف رو در تلویزیون دیده اید. امروز فقط میخوام به آیات سوره یوسف نگاهی بیندازم. در ابتدا باید عرض کنم که خانم های محترم این کلیپ رو نگاه نکنند، چون طبق سایت ویکی شیعه در برخی از روایات از آموزش سوره یوسف به زنان و خواندن این سوره برای آنان نهی شده است. تفسیر نمونه گفته ممکن است شرح هوسبازی زلیخا و زنان مصری برای برخی تحریک کننده باشه. خب داستان عشقی وشقیه دیگه، او خیلی بدآموزی داره، زنها از راه بدر میشن. این روایات متناسب با فرهنگ هر دوره‌ای ساخته شده، جعل شده، بعد ممکنه در دوره دیگری مطابق فرهنگ دیگه‌ای نباشه. اون وقت میگن اون روایت ضعیف هست یا نادرسته، اما اون رو حذف نمی کنند، چون ممکنه بعداً باز روایت معتبری محسوب بشه. اما یوسف از پیامبران یهود بود که داستان او در تورات و انجیل و قرآن اومده، ولی نام او و داستان او در تاریخ مصر نیست. یعنی یوسف فقط یک شخصیت در قصه های مذهبی تورات بوده و واقعیت تاریخی نداشته. در قرآن قصه های انبیا زیاد دیده میشه، اما همشون پراکنده و ناقص و نامنظم هستند. دو تا اینجا اومده، سه تا توی یه سوره دیگه. آخر سر معلوم نمیشه که اصلا داستان چی بود، به کجا رسید، هیچی. اما این داستان یوسف تنها داستانی هست که در قرآن تقریبا کامل و تقریبا منسجم در یک جا در سوره یوسف اومده. البته این داستان هم نقص ها و ایراد های زیادی داره ها، اما خود قرآن در سوره یوسف میگه نحن نقص علیک احسن القصص، قصه یوسف رو از بهترین قصه ها دونسته. داستان از اونجا آغاز میشه که یوسف خوابی میبینه و برای پدرش یعقوب تعریف میکنه. مقوله خواب دیدن در قصه ها خبر دادن از آینده هست و همیشه در قصه ها هم اون خواب ها به وقوع میپیونده و قصه رو جذابتر میکنه. در این داستان یوسف خواب میبینه، بعد دوتا زندانی خواب میبینند، بعد فرعون خواب میبینه و آخر داستان یوسف به یعقوب میگه که این تعبیر همون خوابی بود که ابتدا دیدم. او از این خوابها در بقیه قصه ها هم دیده میشه. به هر حال گفتیم یوسف خواب دید و برای یعقوب تعریف کرد و یعقوب گفت این خواب رو برای برادرانت تعریف نکنی ها، که اونها بر تو مکر و حسد خواهند ورزید. اما یعقوب از کجا می دونسته که برادرها حسودی می کنند؟ از اونجا که در تورات در همین داستان یوسف برای برادرانش خواب رو تعریف کرده و اونها هم حسودی کردند و یوسف رو در چاه انداختند. حالا یعقوب در قرآن همچین انگار از اون داستان تورات خبر داشته، میدونه اگه یوسف تعریف کنه برادرها حسودی میکنند، بنابراین از ابتدا بهش میگه که تعریف نکن و طبق قرآن یوسف خواب خودش رو برای برادرانش تعریف نکرد، اما به هر حال باز برادرانش حسودی کردند و یوسف رو به چاه انداختند. از این قبیل اختلاف ها در متن قرآن و تورات هست. مسلمون ها خیلی راحت میگن این اختلاف ها به خاطر اینه که تورات دستکاری شده. یعنی مثلا یکی اومده متن تورات رو تغییر داده، گفته یوسف خوابش رو برای برادرانش تعریف کرده، وگرنه هیچ اختلافی بین قرآن و تورات پیدا نمی شد و ما هم گاگول باور کردیم. خلاصه یوسف به عنوان غلام به مصر برده شد و به عزیز مصر فروخته شد. اینکه یک غلام یا یک گدا به بالاترین مقام‌های حکومتی برسه یک ایده موفق در رمان‌های قدیمی بوده. ما بریم به اون موقعیت کذایی. خلاصه زلیخا همسر عزیز مصر خونه رو خالی می‌کنه و به یوسف پیشنهاد بد بد میده. ای داد بیداد.
قصه در تورات اینجوری اومده که یوسف نمیپذیره و اون جامعی رو که در دست داشته میندازه و الفرار در میره. زلیخا هم اون جامعه یوسف رو نگه داشته و اون رو به دیگران و به همسرش نشون داد که بگه یوسف اومده بود و با من قصد فلان داشته. و عزیز مصر هم عصبانی میشه و یوسف رو زندانی میکنه. اما این قصه در اسلام خیلی پرماجرا تعریف شده. شاخ و برگ اضافه ای داره. حتما در سریالش دیدید. مصطفی بود و زلیخا بود و کتایون بود و من بود و یهو پیراهن یوسف جر میخوره و عزیز مصر از در میاد. خلاصه اونجا یک کودک خردسال به حرف میاد و میگه اگر پیراهن یوسف از پشت جر خورده تقصیر با زلیخا هست. به هر حال معلوم میشه که یوسف بیگناهه و زلیخا گناهکار هست. بعد زنان مصر از این ماجرا خبردار شدند و آبروی زلیخا رفت. او هم اون مهمانی رو ترتیب داد و به طور خیلی فانتزی و غیر واقعی زنهای مصر تا چشمشون به یوسف افتاد با چاقو دستان خودشون رو بریدند. در اون محفل زلیخا نخواسته بود که بیگناهی خودش رو نشون بده، نه، بلکه خواسته بود به زنان مصر بگه که طبیعی بوده که او از یوسف رابطه و مرابطه خواسته، چرا که یوسف بدتیکه خوشگلی لامصب. قرآن از قول زلیخا میگه گفت این است غلامی که مرا در محبتش ملامت کردید. آری من خود از وی تقاضای مراوده کردم و او عفت ورزید و اگر از این پس هم خواهش مرا رد کند البته زندانی شود و از خار شدگان گردد. اما یوسف به خدا میگه اگه تو حیله این زنان را از من دفع نفرمایی به آنها میل کرده. او یعنی معلوم نیست که چی شد که حیله زلیخا شد حیله این زنان مصر. انگار زنان مصر هم همگی دسیسه کردند تا با یوسف ارتباط داشته باشند. چه شود؟ واقعیت داستان دسیسه و حیله و مکر زلیخا هست نه زنان مصر. اما قرآن پاک موضوع رو به هم ریخته. میگن یوسف حدود 7 سال زندانی بود. بعد از ماجراهای زندان آیه 51 میگه شاه با زنان مصر گفت حقیقت حال خود را که خواهان مراوده با یوسف بودید بگویید. همه گفتند حاش الله که ما از یوسف هیچ بدی ندیدیم. آخه یوسف به زنان مصر چی کار داره؟ در این حال زن عزیز مصر اظهار کرد که الان حقیقت آشکار شد، من با یوسف عزم مراوده داشتم و او البته از راستگویان است. خب مگه حقیقت آشکار نبود؟ اون بچه یه سری حقیقت رو گفت. خود زلیخا در مقابل زنان مصر یه بار حقیقت رو کامل گفت. تازه بعد از 7 سال خودش میگه الان حقیقت آشکار شد، همون که 7 سال پیش بود. او با این آیات چارچوب قصه به هم ریخته. قصه بی معنا و لوس شده. آخه مگه یوسف غلام زنان مصر هم بوده؟ او در این آیات خیلی سخنان پرتی رد و بدل شده. ادامه قرآن رو بخونیم. بعد از اینکه زلیخا گفت من با یوسف عزم مراوده داشتم و او البته از راستگویان است و انه لمن الصادقین، آیه بعدی میگه ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب. این چی میگه؟ این ادامه سخن یوسف در زندان هست که در چند آیه قبل اومده. این ادامشه بدون اشاره به گوینده و مخاطب و موضوع. یعنی ماشاءالله قرآن همچین قشنگ قصه رو تعریف کرده، داستان رو به هم ریخته، هیچی، تعریف کردنش هم اینجوریه، نامرتب و درهم هست. تازه مثلا این منسجمترین و بهترین قصه ای هست که قرآن تعریف کرده. بقیه قصه هاش رو باید ببینید. مترجمین قرآن وظیفه خودشون میدونن که این پرش‌های نامرتب قرآن رو در ترجمه اصلاح کنند. مثلا در اینجا مترجم آورده که یوسف در ادامه سخن خود به فرستاده شاه گفت، اما موضوع اینه که گاهی مترجمین زیادی در متن قرآن دخالت و اصلاح میکنند. یعنی مثلا خودشون تشخیص میدن که قرآن نباید چنین حرفی بزنه، بنابراین خودشون در ترجمه اصلاح میکنند و گوینده و فاعل و اینها رو به میل خودشون تغییر میدن.
من بارها گفتم که قرآن رو هر کس هر جور دوست داره تفسیر میکنه، اما اگه دقت کنیم هر مترجمی هم هر جور که دوست داره ترجمه میکنه. الان در همین سوره بعد از قصه یوسف به دعای 109 و 110 نگاه کنید. آیه 109 خطاب پیامبر در مورد دیگر پیامبران میگوید: آیا در زمین نگردیدند تا عاقبت دیگران رو ببینند؟ ترجمه فولادوند درسته، میگه به پیامبران وحی کردیم، آیا در زمین نگردیدند؟ اما برخی مترجم ها دوست ندارند که قرآن در مورد پیامبران چنین حرفی زده باشه. مثلا ترجمه الهی قمشه‌ای میگه بر رسولان وحی کردیم، اینان که به انکار رسول به راه کفر و باطل میروند آیا در روی زمین سیر نکردند؟ یعنی کاملا خطاب موضوع رو از رسولان میکشونه به سمت منکران رسول، در حالی که توی قرآن چنین چیزی نیست. در ترجمه المیزان هم خطاب به رسولان هست که چرا در زمین نمیگردند. اما ترجمه مکارم شیرازی میگه به آنها وحی میکردیم، آیا مخالفان دعوت تو در زمین سیر نکردند؟ یعنی ایشون هم دلش خواسته که این خطاب رو به مخالفان رسول نسبت بده نه به رسولان. آزاد هستند که یه دفعه مخاطب رو عوض کنند. آیه بعدی رو ببینید: حتی از تی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا. آیه 110 میگه رسولان مأیوس شدند و گمان کردند که مورد کذب و دروغ قرار گرفتند. و ظنوا انهم قد کذبوا رو آقای فولادوند درست ترجمه کرده، گفته پنداشتند که به آنان واقعا دروغ گفته شده. این درسته، اما از اونجا که ایشون دوست نداشته که قرآن در مورد رسولان چنین عبارتی رو به کار برده باشه، یک کلمه مردم رو هم از خودش ابتدای اون آورده که بگه مردم پنداشتن که به آنان واقعا دروغ گفته شده نه رسولان. اما ترجمه المیزان گفته رسولان مأیوس شدند و گمان کردند که حتی گروه اندک مؤمنان به آنها دروغ گفتند. اینجا رسولان گمان کردند نه مردم، ما این تیکه رو از خودش اضافه کرده چون دوست نداره که این تصور ایجاد بشه که قرآن گفته رسولان در مورد وحی گمان کردند که مورد کذب و دروغ قرار گرفتند. او میبینید که هر مترجمی هر جور دوست داره ترجمه و دستکاری میکنه. وقتی در ترجمه و تفسیر قرآن کاملا آزاد و راحت هستند که هر چی میخوان بگن، او دیگه نیازی به دستکاری متن قرآن ندارند، چون خود به خود قرآن از محتوا خالی شده و مثل موم در دست مترجمین و مفسرین قرآن هست. کانال های من رو هم فراموش نکنید. من زئوس هستم.